بسم الله الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. ادعای توحید عبادی و ربوبی را با این ادله یاد شده مستدل فرمودن، یعنی چیزی در جهان هستی نیست که نشانه وحدت خدای سبحان نباشد. در برابر این بینش الهی یک بینش الهادی دیگری بود و هست که این چنین میپندارم که انسان‌ها الان در عصر علم به سر میبرن و ادواری را پشت سر گذاشتن. اول دوره اساطیر و خرافات بود، بعد دوره ادیان و مذاهب بود، بعد دوره فلسفه فرارسی و الان دوره علم است که به همه ادوار گذشته خاتمه داد. و سر این تطور فکری انسان ها هم این است که انسان طبق اون فطرت اولیش برای هر پدیده یک سببی قائل است. نمیپذیرد که یک شی بدون سبب یافت بشود. این در نهان هر انسانی هست. برای ارضای این فطرت و پاسخ دادن به این خواسته درونی، برای هر پدیده‌ای که علتش مجهول بود سببی میتراشید، خواه پدیده‌های طبیعی و خواه پدیده‌های نفسانی. پدیده های طبیعی مثل سیل، زلزله، باران، حرکت ستاره ها، اختلاف لیل و نهار و مانند آن، هر حادثه ای که می دید چون می دانست که حادثه بی سبب نمی شود و سبب این حوادث را نمی دانست، برای این حوادث سبب می بافت. گاهی در حد اسطوره و خرافات، گاهی از حد قصه و اسطوره گذشت. عده آمدن از ضعف فکری مردم معاذ الله سوء استفاده کردند، مردم را به ماوراء طبیعت معتقد کردند به نام دین، و از دوره ادیانم گذشت دوره فلسفه فرا رسید که دوره بافندگی افکار بود. وقتی دوره اساطیر به پایان رسید و دوره مذاهب و ادیان سفری شد و دوره فلسفه هم به پایان رسید، دوره علم جایگزین ادوار گذشته شد و علم آمده برای همه پدیده ها سبب مشخصی را شناسایی کرد و در آینده نزدیک یا دور پدیده هایی که همچنان سببشون مجهول است، علم به سراغ کشف علل اونها می رود و علل اونها را فراهم می کند. بسیاری از مسائل طبیعی علل اونها با علم کشف شد. مسائل روانی هم در آینده نزدیک امید اون هست که علل و اسبابش حل بشود. یعنی اگر قبلا علت رعد و برق مشخص نبود، الان مشخص شد. اگر قبلا علت بیماری ها مشخص نبود، الان مشخص شد. قبلا علت اختلاف لیل و نهار مشخص نبود، الان مشخص شد. قبلا علت خسوف و کسوف مشخص نبود، الان مشخص شد و ماننده. اما خاطرات نفسانی که چطور ارواح مختلفن، نفوس مختلفن، سجایا مختلف است، دو برادر از یک خانواده دو بینش دارند، دو طرز تفکر دارند، یک انسان در دو حال دو بسته نفسانی دارد، گاهی مصمم می شود گاهی نادم، اینها هم در آینده نزدیک یا دور حل می شود. بنابراین
نمیتوان گفت که علل و عوامل طبیعی آیه حقن و نمیتوان گفت عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود. نه این خاطرات نفسانی دلیل وجود حق نه اون حوادث طبیعی. چرا؟ چون علم همه این مشکلات را حل کرد، هر حادثه ای را به یک علتی استناد داد و حادثه ای مجهولت العله نیست. اگر هم باشد حل می شود، حوادث نفسانی هم به شرح ایزن. این خلاصه توهم علم زده ها. اما خدای سبحان می فرماید ممکن است اینها اهل علم باشند ولی اهل عقل نیست. انبیا که قبل از این انسانهای فطری را به اون خواسته های درونیشون آشنا کردن، در همون آغاز دعوتشون دو نحو حرف زدن. یکی این که اون پدیده‌های پیچیده را خدا می آفریند، یکی این که این ساده ترین پدیده و آسان ترین حادثه را هم خدا می آفریند. انبیا نیامدن معاذ الله از جهل مردم سوء استفاده کنند فقط برای منظومه شمسی سخن بوافن یا برای سیل و زلزله و امثال زالک علت بسازن. انبیا آمدن گفتن این نفسی که می کشی، این آبی که می نوشی و آتشت برطرف می شود به دست خداست. از ساده ترین کار تا پیچیده ترین کار. انسان‌های عادی در این که تشنه می شود تردید ندارد، در این که باید آب بنوشد تا با نوشیدن آب آتشش برطرف بشود شکی ندارد، در این که گرسنه می شود تردیدی ندارد، در این که نان گرسنگی او را برطرف بکند شکی ندارد. ولی انبیا آمدن گفتن این حادثه آسان و ساده که تو در او تردید نداری، نقش خدایی در این حادثه ها روشن است. اون حوادث پیچیدم که برای شما مجهول است، اون هم به دست خداست. سخن ابراهیم خلیل سلام الله علیه این است که میگوید ان الله یاتی به شمس من المشرق، چه تبیین این منظومه شمسی کار آسانه نی. بعد میگوید ربی الذی یحیی و یمیت، چه احیا و اماته و حیات بخشی که پیچیده‌ترین کارهاست، این را به خدا استناد میدهد. از اون طرف هم میگوید یطعمونه و یسقین، ساده ترین کار را به خدا استناد میدهد. میگوید این چه نیست که من خودم گرسنه بشم غذا رفع گرسنگی کند، این چه نیست که من تشنه بشم آب ساقی باشد. ساده ترین کار و دشوارترین کار باید به خدا برسد. اگر آب رفع آتش میکند به عنایت حق است، و اگر نطفه جان پیدا میکند به عنایت حق است، و اگر منظومه شمسی با نظم خاص حرکت میکند به عنایت حق است. انبیا آمدند از ساده ترین کار تا پیچیده ترین کار مردم را آگاه کردند و حرف مشترک اونها این بود که چیزی که هستی او عین ذات او نیست، سبب میخواهد اولا اون سبب خود اون شی نیست، ثانیا مثل اون شی نیست، ثالثا اون سبب موجودی است که لیسه کمثله شی، رابعا این حرف همه انبیا. گفتن چیزی که هستی او عین ذات او نیست باید به خدا منتهی بشود. انبیا نیامدن که بگوین چون حالا معلوم نیست علت زلزله و صاعقه چیست، ما میپنداریم که خداست تا علم روشن کند. اونا که علم زده ان الهیات فلسفه را با چشم علم میبینن. همون طوری که علم این مراحل را گذرون، خیال میکنن الهیات هم این ادوار را پشت سر گذاشت. الان وضع علم این طور است که از فرضیه شروع میکند تا به قانون برسد. یعنی یک حادثه‌ای که پیش آمد چون سبب اون حادثه روشن نیست، فرض میکنن که اون سبب الف است، یا فرض میکنن که سبب اون پدیده باست.
روی این فرضیه کار میکنن. اگر دیدن با بود الف و با نبود الف اون حادثه همچنان هست، دست از اون فرضیه بر میدارن، به سراغ فرضیه دیگر میرون. اگر دیدن یک فرضیه رو به تکامل هست، روی اون فرضیه کار میکنن. اگر همه جهات مبهم را حل کردن، اون فرضیه تبدیل به قانون میشود. خیال میکنن که مسائل الهی هم مثل علم از فرضیه شروع شد و به علم ختم میشود، در حالی که انبیا آمدن از همون ساده ترین کار شروع کردن تا پیچیده ترین کار. الان با همه پیشرفت های علم، مسئله حیات برای زیست شناسان پیچیده است و مسئله این که انسان آب می نوشد و آتشش رفت می شود برای همه حل شد. انبیا این دوتا امر را یک جا ذکر کردن، گفتن پروردگار ما کسیست که یطعمنی و یسقین، و پروردگار ما کسیست که یحیی و یمیت. ربی الذی یحیی و یمیت، ربی همون کسیست که یطعمنی و یسقین. انبیا حرفشون این است، چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این یقیناً سبب می‌خواهد و سبب او هم یقیناً موجودی است که هستی او عین ذات اوست. به والله چرا سبب می‌خواهد؟ برای اینکه اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود و یافت شد، یا باید بگوییم بی سبب یافت می‌شود، خود به خود یافت می‌شود. این همون قول به تصادف است که اگر کسی قائل به تصادف شد، نمیتواند بیندیشد و نمیتوان با او بحث کرد. اگر کسی قائل به تصادف شد چگونه میاندیشد، مقدمات ترتیب میدهد تا نتیجه بگیرد؟ خب اگر کسی قائل به تصادف شد، به او میتوان گفت شما مقدمات ترتیب دادید، اتفاقا به این نتیجه رسیدید. دیگری همین مقدمات ترتیب میدهد، به نتیجه نقیض اون میرسد و به نقیض نتیجه میرسد. اگر کسی ربط علی و معلولی اشیا را نپذیرفت، او اصلا نمیتواند بیندیشد و نمیشود با او بحث کرد و نه او باید به خودش اجازه بدهد که با کسی بحث کند. پس کسی حاضر است بیندیشد و کسی حاضر است بحث کند که نظام علی را پذیرفته باشد. معنای نظام علی هم این است که تصادف محال است، یعنی چیزی که هستی او عین ذات او نیست، خود به خود یافت نمی شود. این مطلب اول. اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود و هستی او سبب خواست، سبب اون شی خود اون شی نخواهد بود. یعنی یک خاکی که حیات ندارد، نمیتوان گفت این حیات بی سبب پیدا شد، نمیتوان گفت که حیات سبب دارد ولی سبب این حیات خود خاک است. چرا؟ زیرا خاک که فاقد این کمال هستی، اگر همین خاک علت و عامل این کمال باشد، معناش آن است سببی که چیزی که فاقد یک کمال است، همون شی واجد و معطی او باشد. این هم بازگشتش به جمع بین نقیضین است، یعنی فاقد و ندار واجد و معطی باشد. این هم امر دوم که محال است. امر سوم این که اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود و محتاج به سبب بود و سبب او خود او نبود، سبب او مثل او هم نیست. یعنی چیزی که مثل اوست و هستی او عین ذات او نیست، او هم نمیتواند سبب این پدیده باشد و رو سبق زمانی داشته باشد. چرا؟ چون این سؤال ما همون طوری که در باره این شیء اول سؤال صحیح است، درباره شیء دوم هم همین سوال صحیح است. درباره اون شیء دوم سوال میکنیم که اون شیء که این هستی عین ذات او نبود از کجا پیدا شد، از کجا فرام کرد.
نمیتوان گفت که اون شیء ثانی هستی را از ثالث و اون ثالث از رابع میگیرد. این چی میبینید احیانا بحث های تسلسل را حل میکنن و میگن تسلسل محال است، این یک مماشاتی است در مقام استدلال. وگرنه بر فرض هم تسلسل جایز باشد، باز این سوال هست، اگر کسی بپرسد این موجود که هستی او عین ذات او نیست، حبب او چیست؟ اگر بگوید که حبب او اون شیء دوم است، مستدل نمیگوید ما به سراغ شیء دوم میرویم، نقل کلام در شیء دوم میکنیم، شیء دوم را کی آفرید؟ تا خصم بگوید شیء دوم را شیء سوم آفرید، تا مستدل بگوید ما نقل کلام در شیء سوم بکنیم، اونگاه جر و بحث تسلسل پیش بیاید. بلکه مستدل میگوید این چیزی که هستی او عین ذات او نیست، عاملش چیست؟ اگر کسی بگوید عامل این شیء اون شیء دوم است که شیء دومم هستی او عین ذات او نیست، مستدل میگوید جواب مرا ندادید. نه اینکه من به همراه شما میایم نقل کلام در اون شیء ثانی میکنم، دست از حرفم برمیدارم. مستدل میگوید جواب مرا ندادید، برای اینکه من سوالم در خصوص الف نیست، من میگویم این الف چون هستی او عین ذات او نیست، او رو کی آفرید؟ شما گفتید با. من نمیایم بگویم بسیار خوب، جوابم را درباره الف گرفتم و درباره بای سوال جدیدی میکنم. میگویم جواب مرا ندادید. میگویم چیزی که هستی او عین ذات او نیست، او را کی آفرید؟ خب با هم که مثل الف است. با و همه حلقات سلسله، چه محدود چه نامحدود، همه زیر سوال اول من هستم. من جوابم رو نگرفتم، نه اینکه جوابم رو گرفتم با شما در باره حلقه دوم سوال جدید طرح میکنیم. این چی میبینید میگن ننقل الکلام الی الثانیه و الثالث، این برای سهولت در تعلیم و تعلم است. وگرنه اونها که یه مقدار جلوتر رفتن گفتن بسیار خوب، بر فرض تسلسل جایز. ما دست از سوال اول بر نمی داریم، ما جوابمون را نگرفتیم. ما میگوییم این شیئی که هستی او عین ذات او نیست، او را کی آفرید؟ شما میگویید این الف را که هستی او عین ذات او نیست، بایی که هستی او عین ذات او نیست آفرید. پس جواب ما را ندادید. جواب ما وقتی داده می شود که شما بگویید این الف که هستی او عین ذات او نیست، مخلوق یک موجودی است که هستی او عین ذات او. این هم که میبینید در بحث های تسلسل ترنجام به خدای سبحان میرسن، نه به این معناست که سر سلسله خدا، اگر او آغاز این سلسله باشد که میشود یک موجود محدود. انسان وقتی به آغاز سلسله رسید، اونگاه میفهمد سلسله جنبان همه این حلقات خداست، نه اولین و مبدع سلسله خداست، بقیه یکی پس از دیگری یک دیگر را خلق میکنن. چنین نیست. به خدایی میرسن که هستیش نامحدود است، به خدایی که خالق و کل شیء است میرسن. این حرف انبیاست. لذا از ساده ترین مسئله شروع کردن تا پیچیده ترین هم مسئله، هم این آب خوردنی که رفع آتش میکند میتواند برهان پیغمبر باشد، هم حیاتی که به موجود جامد عطا می شود می تواند دلیل پیغمبر باشد، هم این منظومه شمسی که همه اخترشناسان را لنگ کرده می تواند برهان پیغمبر باشد. لذا انبیا به همه استدلال کردند. فبود ربی الذی یحیی و یمیت، یکی ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، دوتا یطعمونه و یسقینم ستا. هیچ فرقی بین این براهین نیست. حالا آفتاب اگر بزرگ شد برهان رو بزرگتر نمی کنه، آسمان اگر بزرگ شد دلیل را محکمتر نمی کنه. ممکن است در مسئله نظم برای کسی که به سراغ شگفت‌انگیزی حرکت می کند اثر کند، وگرنه در بحث‌های عقلی بین کوچک و بزرگ فرق نیست، بین سخت و سست فرق نیست، بین آسان و دشوار فرق نیست، بین یک پرکاه با کل نظام فرق نیست.
بین یک آب خوردن با منظومه شمسی فرق نیست، بین یک قرص نان خوردن با پیدایش کل نظام فرق نیست. چیزی که هستی و عین ذات او نیست خدا میخواد، خواه یک نام، خواه این فلک، یک حرکا خدا میخواد، منظومه شمسی هم خدا میخواد. و اگر احیانا گاهی به منظومه های شمسی و امثال ذلك استدلال میکنند، برای اینکه هم اصل مبدا را اثبات میکند، هم حکمت او را، هم نظم او را، هم قدرت او را و امثال ذلك. وگرنه خدای سبحان وقتی در قرآن کریم استدلال میکند میفرماید که همه کارها پیش خدا یکسانه. شما اگر این خودکار را در آفتاب نصب کردید، این یه سایه چند سانتی دارد، خود خودکار وزنی اونچنان ندارد که رسد به سایش. این سوزن که شما به عنوان شاخص نصب کردید یه سایه ای دارد، خود سوزن اونقدر وزن نیست که رسد به سایش. خدا میفرماید این سایه را ما با نظم ایجاد کردیم، از صبح تا ظهر به یک سمت حرکت می کند، در نیمروز وضع جدایی دارد، بعد از ظهر حرکتش عوض خواهد شد. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، یا یسیرن به معنای تدریجا یا یسیرن به معنای سهلا، یعنی ما به آسانی این سایه را جمع می کنیم، طوریست که آفتاب عمودی بتابد بساط سایه برچیده می شود. اونگاه در باره جمع کردن و برچیدن کل این عالم، کل این عالمی که یک گوشش را تازه بشر کشف کرد، خب اون روزی که میخواد قیامت قیام بکند غیر از آن است که خدا عالم تکانی میکند. این عالم تکانی و عالم لرزه غیر از زمین لرزه است. فبود من عالم را میلرزانم، خب چی رو میلرزانم؟ سماوات و پرشته هایش، زمین و اهلش، همه و همه را با یک حشر از بین میبرن. امکانت الا سهی ازن واحده فیضام خامیدون سهی این تشر، با یک تشر کل نظام را بر میچیرن. ذالک حشر این یکی تبود، با یک تشر کل نظام برچیده میشود. امکانت الا سهی ازن واحده فیضام خامیدون، بعد یک تشر دیگر، یک فرمان دیگر وقتی دستور داده شد، فیضا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، که مجموع این برچیدن و پهن کردن، مجموع نفخ اول و نفخ دوم، که با نفخ سور اول کل نظام بسادش برچیده می شود، با نفخ سور دوم کل نظام برای ابد گسترده می شود، مجموع این کار رو میگن هشت. فمود ذالکه هشتون علینا یسیرون، یعنی همونطوری که جمع کردن سایه یه سوزن برای خدا آسان است، این تشر زدنها و برچیدن بساط عالم و پهن کردن مجدد هم برای خدا آسان است، چون قدرت نامحدود حرف ندارد کاری برای او آسان باشد کاری آسانتر، کاری سخت باشد کاری سختتر، اگر کسی با اراده کار میکند. الان شما در صحنه نفستون اراده کنید که اقیانوس کبیر را بسازید، خب ساختید. اراده کنید یک شبنمی را هم ایجاد کنید، کردید. با اراده که کسی خسته نمی شود. افعیه اینا بالخلق الاول، کار که با حرکت نیست انسان خسته بشود، اون کاری که با حرکت و تلاش است خسته می کند، اما کاری که اندما امره اذا اراد شدن یقول و کن فیکون که خستگی ندارد. فهمود کل نظام را برچینیم دوباره پهن کنیم، هشتون علینا یسیرو، این حرف انبیاست. چیزی که هستی او عین ذات او نیست، اگر کسی گفت خود به خود پیدا شد، این غالب تصادف است. اگر کسی گفت خودش خودش را ایجاد کرد، او هم باز غالب تصادف است، منتها متوجه نمی شود زیرا ندارد چه بدهد. پس نمی شود گفت ماده در تطوراتش در تحرکاتش به این جای می رسد. این علم فقط رسیدن را می بیند نه رسوندن را. خب کی رسوند؟ حرکت یک کمال وجودی است، کی به این شی داد؟ هدف یک کمال وجودی است، کی به این متحرک داد؟ این که میبینید میگوین خود به خود میرسد، باید گفت اون هدف را کی ایجاد کرد اولا، این کمال حرکت و تلاش را کی به او داد ثانیا. اگر هم ماده حرکت ذاتیش باشد،
ماده واجب الحرکت است نه واجب الوجود. بر فرض ماده قدیم باشد، بر فرض حرکت ذاتی او باشد، حرکت ذاتی باشد غیر از وجود ذاتی است. ماده واجب الحرکت است اما نه واجب الوجود. کی او را آفرید؟ هدفش کی آفرید؟ لذا حرف انبیا که قبل از انسان‌های عادی مسائل را با بشر در میان گذاشتن این است که چیزی که هستی او عین ذات او نیست سبب می‌خواد. همین بیان را قرآن کریم در آیات گوناگون ذکر کرد و در بیان است امیر سلام الله علیه که قرآن ناطق است به صورت‌های دیگه در آمده. قرآن کریم فرمود ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. فرمود شما بیندشید یا باید بگویید بی سبب خلق شدی. این که محال است، چون مادیین علت مادی را منکر نیستن، در حقیقت علت فاعلی را منکرن که بازگشش به انکار اصل علیت است. خدای سبحان می فرماید شما یا باید بگویید ما خود رسته ایم، خود به خود پیدا شدیم، یا باید بگویید پدران ما ما را خلق کردن غیر از این که نیست، یا باید بگویید که ما سبب نمی خواهیم جیای خود رویم، یا گذشتگان ما باعث پیدایش ما هستن. ام خلقو من غیر شیء، یعنی من غیر فاعل و علت فاعل. این غیر شیء یعنی غیر فاعل، وگرنه قابل را مادیین هم میپذیرن. نه، مادیین از پذیرش علت قابلی استنکاف دارن، نه الهیین با قبول علت مادی دست بردارن، چون مشکلی را حل نمی کند. قبول علت مادی با الحاد هم سازگار است. علیت و معلولیت را در محور علت مادی و سوری پذیرفتن که با الحاد هم سازگار است. نه مادی از پذیرش علت مادی استنکاف دارد، نه الهی به این مقدار اکتفا می کند. این که خدای سبحان می فرماد ام خلقو من غیر شیئن، من غیر شیئن یعنی ام خلقو من غیر خالق و من غیر علت فاعلیت، نه من غیر شیء یعنی من غیر علت قابلیت و من غیر ماده. چون این را مادیین هم میپذیرن، میگن نه ما از ماده خلق شدیم، ماده با تصوراتش این صور را دریافت کرد. پس خدا بفرماید شما که خلق شدید بی سبب نیستید، این یک. و مبادا بپندارید که پدران شما را خلق کردن. اولا پدران شما مثل شما هستن، ثانیا از پدر غیر از امنا کاری ساخته نی. این در سوره مبارکه اذا وقع فرمود به پدران خطاب کرد، فرمود افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و هم نحن الخالقون. به پدران خطاب کرد، کار شما امنا است نه خلقت. شما ما ایران من موضع الی موضع منتقل میکنید، همین. آفرینش چیز دیگر است، حیات دادن چیز دیگر است. این یک قطره آب را از گوشه و کنار او جوان زدن، یک جارا چشم، یک جارا گوش، یک جارا مغز، یک جارا دست، یک جارا پا کردن کار دیگر است. اینا که عکس برداری کردن میبینن این صنعت محیر العقول است. یک گوشه این نطفه به صورت علقه و مزق شده جوانه میذارد، میفهمن این دست راست خواهد شد. یک نوکی از یه سمت پیدا می شود، می فهمن این دست چپ خواهد شد. و هزارها صنعتی که هنوز گوشی از گوشه های اون را علم حل کرده است، این را خدای سبحان به رخ پدران می کشد. به پسران می گوید شما را کی خلق کرد؟ به پدران می گوید مبادا شما بپندارید شما کارتون امناست نه خلقت. به کشاورزان می گوید کار شما حرس است نه زرع. افرعیتون ما تحرسون، شما حارسید نه زارع. انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، شما یه مش گندم را از انبار به دل خاک میگذارید، این که کشاورزی نیست. اون که مرده را زنده میکند خالق الحب و النواس، این حب را میشکافد، یه سمتش را به عنوان ریشه به خاک میبرد، یه سمتش را به عنوان شاخه بالا میآورد، اون کار زرع است، اون کار ماست. شما اهل حرسید نه اهل زرع. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. این ساده ترین کار، اونم پیچیده ترین کار، همه و همه را خدای سبحان به خود نسبت داد. این برهان را در بیانات استعمی سلام الله علیه در این خطبه‌ای که مرحوم
سید رضی رضوان الله علیه نقل میکند که این خطبه مشتمل بر اصولی از علم است که سایر خطب این را ندارند. حضرت در این بیان فرمود البته بعضی از خطبه های دیگر از این خیلی قوی ترند، منتها برداشت مرحوم سید در حد خودش این چنین است که این خطبه از دیگر خطب بالاتر است، وگرنه اون خطبه‌ای که از سمی سلام الله علیه هنگام اعزام نیرو برای جنگ با معاویه استنهز و قام خطیبن که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی رو نقل کرد، مرحوم کلینی می‌فرماید که این خطبه‌ای که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ایراد کرده است اگر همه جن و انس جمع بشوند و در بین اونها نبی و وسی نباشد و بخواهن سخنی مثل یک سخن کسی که به ابی و امی سخن بگوین محال است. مرحوم صدر المتعلین در شرح اصول کافی در شرح این جمله مرحوم کلینی میگوید شما که گفتید اگر همه جن و انس جمع بشود و در بین اونها نبی و وسی نباشد بخواهن مثل امیر سخن بگوین ممکن نیست، این بیانتون رو تقیید کنید، بگویید در بین اونها نبی اولوالعزم نباشد نمیتوانند، یعنی از انبیاء دیگر هم ساخته نیست مثل علی سخن بگوین. باید بگویید که اگر انبیای اولوالعزم نباشد نمیتوانند مثل علی سخن بگوین. در این خطبه‌ای که طبق نقل مرحوم سید در این چاپ 186 این خطبه است این چنین فرمود ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مثله ولا ایاه عنا من شبهه ولا صمده من اشار الیه و توهمه. اونگاه فرمود کل معروف به نفسه مصنوع، یعنی هر چرا که بشود ذاتش شناخت، هر چیزی که با ذاتش شناخته می شود این مصنوع است، جنسی دارد، فصلی دارد، ماهیتی دارد، به ذهن میاد، این مصنوع است. و خدا را نمی شود به نفسه شناخت، باید به آثاره شناخت. کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چه به غیر متکی، هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست که قائم به ذات باشد، باید به غیر تکیه کند، این معلول است. این امضای قانون علیت و معلولیت است. اولا تبیین معلول بودن چیزی که هستی او عین ذات او نیست، ثانیا و به عنوان یک قضیه حقیقی کلیه سراسر جهان امکان را معلول دانستن، ثالثا و حسب علیت مطلقه در ذاتی که هستی او عین ذات است و به غیر خود قائم نیست و اون خدای سبحانه است، رابعا فرمود و کل قائم فی سواه معلول، هر چه که به غیر خود تکیه می کند معلول است و علت می خواد. اونگاه درباره عظمت خدای سبحانه فرمود او لا یجزی علیه تکون و الحرکه، که برهان جدا. در تتمه خطبه 185 که خطبه قبل است در آفرینش آسمان و زمین چنین می فرماید و کذالک السماء و الهواء و الرياح و الماء فانظر الى الشمس و القمر و النبات و الشجر و الماء و الحجر و اختلاف هذا اللیل و النهار و تفجر هذه البحار و کثرت هذه الجبال و طول هذه القلال و تفرق هذه اللغات و الالسن المختلفات. اونگاه فرمود فالویلو لمن انکر المقدر و جحد المدبر، وای بر کسی که خدای سبحان که تقدیر کننده امور است او را انکار کند، ویل برای کسی که مدبر امور را انکار کند. زعمو انهم کن نباته ما لهم زارعون، فکر کردن که مثل گیاه خودرو خود به خود سبز شدن، البته از باب تمثیل است چون گیاه هم بالاخره عاملی دارد.
زعمو انهم کن نباته ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع. نمی دانستن که این صورتهای گوناگون یک مدبر و مصوری دارد. ولم یلجعو الى حجت فی مدعو، فمود این علم زده ها گرفتار خرافاتن، اینها دلیل ندارن. ولا تحقیق لما او مثل وعا ینحفظه، یعنی این محفوظاتی که در ذهن اونهاست، در وعا ذهن اونهاست، بی تحقیقه. اینا خیال میکنن انسان مثل گیاه خود رو. فرمود این ملحدین دلیلی ندارن برای انکار حق. اونگاه فرمود و هل یکون بناء من غیر بان، می شود یک بنا بنا نداشته باشد؟ یعنی چیزی که هستی او عین ذات او نیست. شما بر فرض بگویید که این بنا رو بنا ساخت، در بحث‌های عقلی جواب اون سوال را ندادید. اگر کسی بگوید این بنا را کی ساخت، نمی شود گفت بنا ساخت، چون بنا مثل بناست. یک حکیم الهی به دنبال اون مجیب بهانه جو نمی رود، نمیگد ننقل الکلام، میگوید اون جوابت رو من اینجا میارم، نه خودم به دنبال جوابت برم. من میگم این بنا رو کی آفرید؟ شما میگید بنا. میگم بنا رو من روی این بنا میذارم، از اینا سوال میکنم، هیچ کدام اینها هستیشون عین ذاتشون نیست، اینا رو کی آفرید؟ بگید بنا رو پدرش، میگم پدر بنا و بنا و این سنگ و گل رو یه جا میذارم، اینا کی آفرید؟ این حکیم الهی نمیآید بگه که ننقل الکلام، میگوید ننقل الجواب الی السؤال، نمیگد من به دنبال شما میام تا یه روز خسته بشین، میگوید جواب تو را مثل سؤال خودم رو هم قرار میدم، میگم اینا که هستی اینها عین ذاتشون نیست، اینا رو کی آفرید؟ بر فرض تسلسل جایز، بالاخره این سلسله را کی میجنباند؟ چیزی که هستی او عین ذات او نیست مبدا میخواد. این که میبینید رنج ابطال تسلسل را تحمیل میکنند برای اینکه مقدار فکر رو روشن کنند، این که میگن ننقل الکلام برای اینکه یه مقدار با شاگردان در اوائل امر آسون تر سخن بگویند، وگرنه اونها در مراحل نهایی میگن چرا جواب مرا ندادی، میگوین ننقل جواب چه الاسوال و نسألو انهما، نمیگد من جوابم گرفتم بسیار خوب، این اولی حل شد بریم به سراغ دومی، میگه اولی حل نشد. لذا عزت فرماد به این که این اصل کلیست به عنوان قضیه حقیقیه، حل یکون بناون من غیر بانن او جنایتون من غیر جانن. اگر کسی میوه را بچیند به نام جن از ثمر، اون چیننده میخواد. اگر جنایت به معنای مصطلح باشد، اون هم یک مرتکبی میخواد. علی حال فعل فاعل میخواد. این اختصاصی به آسمان ندارد، اختصاصی به زمین ندارد، اختصاصی به طبیعت ندارد، در صنعت هم هست. لذا خدای سبحانه فرمود کشتی هایی که شما ساختید تو دریا میرود، اینم آیه حق. شما نگید صنعت در قبال طبیعت است. والحمد لله رب العالمین.